سه شنبه 15 مارس شعله های آتش از یک ساختمان 15 طبقه در غرب کیف زبانه زدند و انفجارهای ناشی از بمباران اوکراین توسط روسیه به مرکز پایتخت این کشور نزدیکتر شد. Загалом сьогодні зранку, починаючи з 4 години 20 хвилин і до 5:50 сталося у нас 5 масштабних обстрілів, які ворожі снаряди потрапили у нас у 2 висотних будинки. Загалом наразі ми маємо, на жаль, 2 офіційно загиблих, 47 людей врятовано, одна людина у лікарні. Але це не остаточні цифри, тому що ліквідація пожежі ще триває. انفجارهای مهیب کیف با گفته مقامات اوکراینی حملات توپخانه‌ای بود. در منطقه لوکیانیوکا در کیف دفتر یک کارخانه نظامی هدف قرار گرفت. سقف به شدت آسیب دیده است و دود از ساختمان بلند می شود. با تلاش افراد آتش نشانی برای خاموش کردن آتش، ستونهای دود و بخار از ساختمان بلند شد. چندین طبقه ساختمان سیاه شده است. Вой сильный был. Ну, видимо, сирена была. А потом вой, я так в окно глянул, ну, врезало в здание, все окна посыпались. Ну, правда, людей никого не было. Ночь. Ой, блин, заколебали. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت موشک‌ها به 4 ساختمان چند طبقه‌ای در شهر برخورد کردند و ده‌ها کشته بر جای گذاشتند.